یک سوالی که برای خودم همیشه مطرح بوده و از دلایل بوده که من خرافات رو رها کردم این بوده که گاهی مرز بین امام و الله رو با وصفایی که ما از امام میشنیدیم و با وصفایی که از الله میشنیدیم گم میکردیم که بین اینا آیا فرقی هست یا نیست. الله جل جلاله مرگ نداره، امام هم به یک معنی مرگ نداره. نگید آقا این حرف چیه، امام ها میمیرن. اما مردنی که شما برای امام ها قائل هستید اون از هر زندگی زندگی تر است. یعنی بلا فاصله بعد از مردن اگه انگلیسی هم نمیدونستن شما به امام انگلیسی یاد میدید، همه زبان های دوران رو یاد میگیره. یعنی مردن نیست دیگه، انسان که مرد یعنی از هوش حواس عاری شد، شما برعکس میگید. پس مرگ ندارن. و این امام آخرتون که اصلا مرگ نداره به طور رسمی و قرار است که هرگز نمیره، نگید که اینم میمیره، چون که خودتون گفتید که جهان. ببینید خوب توجه کنید، شما مرگ برای امام زمان قائل نیستید، میگید اما قائل نیستید. عقایدتون به هم برخورد میکنه، شاید خودتون هم متوجه نیستید متاسفانه. شما میگید که جهان هرگز نبود یک روزم از امام خالی باشه، اگه یک روزم از امام خالی شد دنیا از بین میره. من وقتی که من مذهب شیعه بودم اینو خیلی شنیدم از علما، در سر کلاس درسم گفتم، پای منبرام به ما شنیدیم. خب وقتی که امام زمان مرد یعنی دنیا از بین میره، چون که وقتی امام زمان شما گفتید که یک زن ریشدار او رو میکشه، همین که کشت قرار است که جهان بدون امام نباشه، اما دنیا از بین میره. پس امام زمان شما تا روز قیامت زنده است. حرف شما این است با دنیا که از بین فورا قیامت میشه فورا زنده است. یعنی شما به امام زمان عمر جاویدان دادید، چه بگید چه نگید. زن ریشدار رو کشت فورا زنده شد، چون که قیامت برپا میشه. غیر از اون که شما اصلا عقیده دارید که مرگ نیست براشون، زنده و مرگشون هیچ فرق نداره، این از عقاید ثابت شماست که زنده و مرگ اونها در شنیدن و نمیدونم بقیه کارا فرق نمیکنه. آ تازه البته بعضی عقاید عجیب غریب دیگه هم داریم که میگیم بعد از اینکه مردیم دیگه اونا حالا ما کار نداریم، که باز برمیگرده و رجعت داره و 5000 سال عمر زندگی پادشاهی میکنه و حرفایی که به کمی نامعقول است که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم باز برگرده و 5000 سال پادشاهی در دنیا کنه و حکومت کنه. کسی میگه که نفرایی که این حدیثا رو ساختن در حالت عادی نبودن، یعنی در حالت هوش نبودن، تحت تاثیر یک مواد مخدر حتما بودن، گرنه چطور ممکنه که باز بگه حضرت علی 40000 سال حکومت میکنه دیگه. بس قیامت مطلب چی شد که دوباره در دنیا برمیگردن؟ رجعت یک عقیده هست که دوستان شیعه به اون معتقد هستن، خبر داشته باشید. حالا این بحث ما نیست دیگه، فرق ما داریم دوست، بحث ما در مورد این است که فرق امام و الله چیست. شما میگید الله در همه جا هست، این عقیده رسمی شیعه است. ما کوچیک بودیم ما از ما رو به اینطوری یاد داده بودن که میپرسن الله کجاست، با خود شما میگفتیم بگید که الله همه جا هست. خب حالا از شما بپرسیم که امام کجاست، میگید همه جا هست، میگید یا نمیگید؟ شما امام رو در تمام جاها میبینید، در هر اتاق هست، در هر اتاق هست، چرا که گفت یا امام رضا میشنوه فورا، در زیر دریا هست، در پشت در بالای هفت آسمون هست، در هر جا هست. فرقش ما بین خدا و امام در اینجا نمیبینیم، خداییش این دوتا با هم یکی شدن. سوم، ما معتقد هستیم که یک انسان وقتی حرف میزنه باید دیگران ساکت باشن تا آدم بفهمه حرفشو. ده نفر که حرف بزنه آدم نمیفهمه. تا اونجایی که ما تاریخ خوندیم وفت ها گروه ها که می آمدن پیش رسول الله ایمان می آوردن می گفت یک تنجلو بیاد صحبت کنه، همشون صحبت نمی کردن، چون که نمیتونه آدم درک کنه که همه اگه بخواستن با هم حرف بزنن. اما شما معتقد شدی هستید که امامان شما حرفای همه رو می شنون، در آن واحد درک می کنن، می فهمن. قدرتی بسیار مافوق طبیعی، به زبانهای مختلف میفهمن، با صوتهای مختلف میفهمن، آروم بگه بلند بگه میفهمن، لازم نیست که تکرار کنه. این صفتی است که شما برای خدا قائل هستیم که هر جا میریم در بحر باشیم بالا باشیم الله رو دست بلند میکنیم دعا میکنیم یا الله، میدونیم که هر چه صدای ما رو میشنوه. و هو با معکم اینما کنتم، این صفت الله شما آوردش، او با شماست هر جا که باشید. این صفت الله رو شما به بندهش دادید، به 11 تا دیگه از بندهاش دادید، بلکه به 13 تا دادید. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم به فهم نفهمی دادید زیاد، البته ایشون رو در این چیزا داخل نمی کنید، به همه چسبیدید به امام ها
و به حضرت فاطمه. دیگه عقاید دیگه شما هست، او رو علیم میدونید، بر هر چیز داناست. این صفت رو فقط ما برای الله میدونیم.